حشمت الله تبرزدی زندانی سیاسی که به تازگی به 9 سال زندان و 74 ضربه شلاق محکوم شده است، با نگارش شکایتنامه علیه آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی، از وکلای دادگستری و تمامی انسانهای آزاده خواستار ارائه و پیگیری حقوقی این شکایت در دادگاه‌های بین‌المللی شد. دبیر کل زندانی جبهه دموکراتیک ایران از سرشناس‌ترین مخالفان سیاست‌های جمهوری اسلامی به شمار می‌رود که پیش از این نیز بارها با احکام زندان، ممنوعیت از فعالیت‌های اجتماعی و توقیف نشریات تحت مدیریتش چون پیام دانشجو، هویت خیش و گزارش روز مواجه شده است. وی تاکنون بیش از 11 سال را در زندان‌های مختلف گذرانده است. مهندس تبرزدی که شکایت نامه خود را خطاب به وکلای مدافع خود در ایران آغاز کرده است، مشکل اساسی ملت ایران را محرومیت از داشتن قوه قضاییه مستقل، بی‌طرف و قدرتمند دانسته است. از میان وکلای مدافع مورد خطاب تبرزدی، نسرین ستوده و محمد اولیایی فرد در زندان به سر می‌برند و وضعیت آنها نامناسب گزارش شده است. آقای تبرزدی در بخشی از نامه خود به وکلای مدافع حقوق بشر می‌گوید: من که اینک با محکومیت غیرقانونی و ظالمانه جدید در زندان به سر می‌برم، رسما شکایت خود علیه آقای علی خامنه‌ای رهبر حکومت جمهوری اسلامی را تقدیم محاکم بین‌المللی نموده، از شما وکلای محترم و هر انسان آزاده دیگر درخواست کمک می‌کنم تا این دادخواست مسیر قانونی و حقوقی لازمه را طی کرده و به صورت مؤثر پیگیری شود. از میان وکلای مدافع حقوق بشر در خارج از ایران، مهرنگیز کار، شیرین عبادی، عبدالکریم لاهیجی و محمد مصطفایی مورد خطاب مستقیم تبرزدی قرار گرفتند. محمد مصطفایی در ارتباط با چگونگی پیگیری این شکایت در دادگاه‌های بین‌المللی می‌گوید: وقتی که یک دولتی، یک حاکمی مرتکب جرم میشه، در اینجاست که دستگاه قضایی به دلیل مستقل نبودنش در ایران توانایی پیگیری و تحت تعقیب قرار دادن شخص رو نداره. بنابراین از لحاظ صلاحیت دیوان بین‌المللی کیفری یک صلاحیت تکمیلی بهش داده شده تا افرادی که مورد ظلم واقع شدن و یا اشخاصی که دست به جنایت میزنن به طریقی بتوان از طریق مجامع بین‌المللی اقدام کرد و پیگیری حقوقی به عمل آورد. من در صدد این هستم که در آینده نزدیک با همکارهای دیگه‌مون بتونم صحبت‌هایی داشته باشم و راهکارهایی رو پیدا بکنیم برای اینکه بتوانیم چنین شکایاتی رو در دیوان بین‌المللی کیفری یا در کشورهای مختلفی که میشه در اونجا پرونده‌ای رو تشکیل داد، دعوایی رو مطرح بکنیم. مهندس تبرزدی بر اساس این موارد علیه آیت الله خامنه ای اعلام جرم کرده است: اعمال سانسور و تفتیش عقیده، سلب حق آزادی بیان، بازداشت‌ها و ضرب و شتم‌های مکرر، اعمال شکنجه، محکومیت‌ها و حبس‌های طولانی از طریق دادگاه‌های غیر صالحه امنیتی و زیر پا گذاشتن اصول قانون اساسی در فصل مربوط به حقوق اساسی ملت، تعطیل نمودن همه فعالیت‌های حزبی، تشکیلاتی و قانونی، زیر فشار قرار دادن از طریق ایجاد ترس و ناامنی برای اعضای خانواده، جلوگیری از برگزاری میتینگ‌ها و تظاهرات مسالمت‌آمیز و جلوگیری از مشارکت آزاد در تعیین سرنوشت خود از طریق انتخابات آزاد. کوروش صحتی، صدای آمریکا، واشنگتن.